بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولین عزیز، به جلسه 31 مدیریت دیتابیس یک خوش آمدید. مسئولین عزیز، امروز در این جلسه هدف ما شیوه نوشداری یا کیوری سلیکت است. ما کیوری سلیکت هم مطالعه میکنیم در SQL سرور که چطور هست و چطور کار میکنه و به چه شکل میتونه که دیتا را سلیکت بکنه. ما از کیوری استفاده میکنیم. کیوری سلیک در واقع عبارت است یکی از کیوری های بسیار اساس SQL سرور، خصوصا SQL است که به اساس از اون ما میدانیم که دیتا هایی که خواسته باشیم از تبل ها اونا را استخراج بکنیم. یعنی بخوایم که دیتا های متفاوت به اساس کالام ها، رو ها اونا را مشاهده بکنیم و به اساس از او بتانیم که ریپورت ها و گزارش ها را ایجاد بکنیم. ما نیاز داریم که کیوری سلیک داشته باشیم و با استفاده از کیوری سلیک ما میتونیم که معمولا دیتا های خواسته های خود، یعنی دیتا هایی که نیاز است به خاطر ایجاد ریپورتینگ ها، به خاطر ایجاد گزارش ها و به خاطر مدیریت دیتا هایی که در داخل خود تیبل ها و دیتابیس ها وجود داره استفاده بکنیم. بنابراین در این جلسه تصمیم گرفتیم که حداقل کیوری سلیکت برای شما خوبتر درس بدیم، به خاطر از اینکه نیاز میشه که شما از تیبل ها دیتا ها را به اساس مشخصه های از او بتانیم که به دست بیارین. خب مثلا عزیز، در اینجا قسمی که شما دیدین قبلا در جلسه قبلی ما یک دو تیبل دیتا را انزرت کردیم. در یک تیبل تقریبا 11 رو هست دیتا داره، در یک تیبل دیگه 3 رو هست دیتا های مختلف می داشته باشم. ما میتونیم که از تیبل ها دیتا هایی که انزرت کردیم اونا را مشاهده بکنیم و در این قسمت هم مثلا عزیز ببینیم که ما به دو شکل میتونیم که می کار انجام بدیم. یکی میتونیم که بالای دیتابیس تیبل مربوطه بریم، به طور مثال تیبل مربوطه و در اینجا سلیک میگیم و سلیک میگیم تمامش سلیک تاپ ازار به این معنی که یعنی صد رو را میتونه که به ما سلیک بکنه. اینا که شما کیوری انجام بتین سلیکت میکنه و دیتا را با ما شما نمایش میده. اینجا ببینین که در قسمت مسیج 11 رو با ما دیتا را آورده و 11 رو دیتا در اینجا تمامش مشخصا نشان داشته. و همچنان اگر اینجا به این شکل ببینین که اگر شما یک از اینها را کم بکنین میتونین که یعنی یک کالام را کم بکنین، بازم میتونین که انزرت بکنین دو کالام یا سه کالام مربوطه شه ببینین. یا ما میخواهیم که آیدی از اینا نباشه، آیدیش را سلیک نکنه، تنها لوکیشن و هد دپارتمنت را سلیک بکنه خلاص و دیگر را سلیک نکنه. ما با این قسمت سلیک میگیم، اینجا ببینین که تنها لوکیشن و دپارتمنت آمد. و همچنان اگر در امپلوی بریم سلیک تاپ ازار بگیم، اما تعداد تقریبا ازار رو را میتونه که سلیک بکنه. خب کدام بخش شما میخوایم که نمایش داده شود؟ در اینجا میگم که به من سالری نشان داده نشود و اینجا ما میخوایم که سالری نشان داده نشه. اینجا سلیک میگم و ببینید که سالری نشان داده نشده، هم دیگر موضوعاتش نشان داده شده. یعنی دیتا را تنها ما در قسمت سالری او طرف کردیم و دیگر موضوعات آیتی، نیم و جندر دپارتمنت ها. خب این طریقه ساده شد که توسط به شکل گرافیکی کار انجام بشد. اگر بخوایم که در واقع بخوایم که خودمون کیوری نوشته بکنیم، میریم در نیو کیوری. در قسمت نیو کیوری اول باید دیتابیس خود استفاده بکنیم، یونز تست، دیتابیس ما تست است استفاده میکنیم و بعد از اون سلیکت میگیم. سلیکت امی در واقع اینجا فرمول اساسی به خاطر سلیکت کردن سلیکت اینجا کالم لیس است یا کالم لیس است و سلیک میکنم from source table. ما from source table یعنی تیبلی که ما میخوایم که دیتا را استخراج بکنیم. و بعد از او اگر ما کدام شرطیه داشته باشیم میتونیم شرطیه را استفاده کنیم، مثلا با استفاده از ویر، مثلا آیدی مساوی میشه با یک. یعنی ما میتونیم باز ویر اینجا میتونیم کاندیشن مثلا چین سلیک کاندیشن
یعنی ما کاندیشن میتونیم به اساس کاندیشن ها یا شرطی ها میتونیم که استخراج بکنیم. یعنی به این شکل مثلا عزیز ما میتونیم که استخراج بکنیم دیتا را، بیان که امینا به شکل درستش استفاده بکنیم. نشته میکنیم که سلک آل میگیم. آل یعنی ستاره که ما میتونیم ستاره به ایمانا که آل کالمز، یعنی کل دیتا را از تمام کالم ها و ما بیار. فرام کلمه کلیدی فرام داریم. فرام یعنی از کدام سورس تیبل، از کدام تیبل. ما میگیم که از دپارتمنت و ما دیتا را بیان. ببینید که ما وقتی که سلک گرفتیم آل، شما اکزیکیوت بگید تمام ریکارد ها یا رو ها، تمام اطلاعاتی که در تمام کالم هایش هستن اینا رو به ما میاره و به ما نشان میده. در اینجا ببینید که تمام از این دیتا از این چقدر هست؟ 11 رو هست. چند هست؟ 11 رو. و به این شکل ای انجام میشه. و اگر ما بگم که تنها یک کالما میخوایم، یک اسپسیفیک کالما دیتاش میخوایم که استخراج بکنیم، اما نشتن که مثلا میگیم سلیک آیدی، تنها آیدیا رو بیاره. آیدی فرام تیبل فرام دپارتمنت، اینجا ببین که آیدیا رو میاره. یعنی ما تنها یک کالما میخوایم. اگر استفاده بتونیم بگیم که تمام کالما رو، نه ما میخوایم که تنها دپارتمنت هد بیاره. یعنی میخوایم که دپارتمنت هد از اینا رو ببینم. دپارتمنت هد اینجا ببینیم که دپارتمنت هد اینجا احمد است، حسن است. نه اینجا ببینیم که یک مشکل ایجاد شد. ما این دپارتمنت هد احمد اینا معلوم نمیشه که مربوط به کدام دپارتمنت است. در اینجا میگم که مثلا عزیز دپارتمنت نیم بیارم. دپارتمنت هد هم آوردن، دپارتمنت نیم. در این قسمت ببینیم که دپارتمنت نیم رو نشتا میکنم. خب هم دپارتمنت نیم رو با ما سلک میکنم، اول دپارتمنت نیم رو میارم و ترتیبش بسیار مهم است. و در اینجا دپارتمنت هد هم میارم، یعنی کدام دپارتمنت ها، کدام شخص هدش هست یا اما رئیسش هست بگم یا یک سرپرستش هست. به اینجا ببینیم دپارتمنت نیم آیتی هست، اما دپارتمنت هدش احمد است. و اینجا فایننس هست، حسن هست، HR خان هست، ادر دپارتمنت علی هست، سلس هم محمد هست. بازم یک سلس دیگه داریم علی هست. یعنی بعضی اوقات میتونه که دو هد هم داشته باشه. فهمیدش به این شکل ما سلیکت میکنیم. یا یعنی که اگه خواسته باشیم که تنها میگم سالری بیاد، سالری ماش از اینها رو تنها به ما چی میکنن؟ سلیکت میکنن. سالری فرام. خب ببینیم که اینجا، خب اینجا ما سالری نمیفهم که اشتباه هست. چرا اشتباه است؟ در این قسمت ببینیم. خب ما دپارتمنت در دپارتمنت سالری نداریم. لوکیشن هم میخوایم که لوکیشن یعنی میخوایم بیاریم select location from department. اینجا ببینید که مثلا عزیز تمام دیتا هایی که مربوط به لوکیشن هست اینا رو به شما سلکت کرده. خب یکی از موضوعات دیگه ای است که ما میتونیم شرطی هم بدیم برای اینا. شرطی های متفاوت هست، شرطی های متفاوت هم شما مثلا بعدا ان شاء الله میخواین. اما در اینجا من میگم که department name باشه، یعنی دپارتمنت نیم میاره به ما سلکت بکن، نام دپارتمنت های رو سلکت بکن که اینجا میگم که ویار در اینجا میگم که دپارتمنت نیم سلکت بکن که ویار. اینجا در این قسمت میگم که دپارتمنت هد یعنی علی باشه. کی باشه؟ علی. در اینجا ببینیم که به این شکل من شرط دادم، یعنی امون نام دپارتمنت های رو به ما لیست میکنه یا سلیکت میکنه که هیدش علی است، در هیدی از او علی میباشه. اینجا ببینیم که نام دپارتمنت های بود که در اونجا مثلا علی است. اگر ما اینجا دپارتمنت نیم و در قسمت هم مثلا این قسمت هم اگر موقعیت چم بیاریم میشه موقعیت نیازیرم نشون میگم سلیک لوکیشن میگم لوکیشن شم بیاد.
ام دپارتمان هد لوکیشنش کلش کجاست کابل است. یعنی ما شرطیه میدیم یا بعضی اوقات ما شرطیه طور میدیم که میگیم دپارتمان نیم امرای لوکیشنش بیار که آیدی هستی مساوی به چند باشه آیدی هستی آیدی مساوی باشه به دو او امو در واقع امو دپارتمنت نام دپارتمنت و لوکیشن از زیره به ما میاره که تنها چی هستن آیدیش دو هست. در واقع اگر بخواییم که آیدی از زیره ببینیم اینجا ما آیدی نشته بکنیم ببینیم که ما اینجا شرطیه دادیم میتونیم که به این شکل آیدیش هم ببینیم که آیدی دو فایننس هست پروان لوکیشنش فهمیده شد. به همین شکل شما میتونین که از دپارتمنت از امپلایر هم همین کار انجام بدین. نشان میکنم که select all from employee from employee از دپارتمنت از تیبل امپلایی تمام معلومات چه با ما چه بکن بیار یا نشان بده. خب در اینجا ما میگم که نه select تنها select بکن specific نام امپلایی را select بکن و جندرش را سلک بکو جندر یا زیر سلک میکنه و همچنان اینا را سلک میکنه از کجا؟ از from employee ببینیم که من در واقع چی سلک کردم؟ تنها نام و جندر امپلایی ها یا کارمند ها را سلک کردم که دو رو هست. اگر بخوایم که آیدیشان هم باشن نشان میکنم که آیدی از اینها هم سلک بکنن. وقتی که آیدی از اینها هم سلک شد ما میتونیم که انجا ببینیم که آیدی یک اسد است نامش و جندرش میل است و در اینجا آیدی دو مزین است فیمیل است و در آیدی سه احمد است میل است. اگر بخوایم که دیگه معلوماتش بیاد تمامش اگر بخوایم اینجا سلمی و همچنان در اینجا میتونیم که شرطیه بدیم که در قسمت شرطیه میگیم که we are نشان میکنیم که نامی از چی باشه؟ نامش باشه اسد. خب اما امپلایی را بیار که نامش امپلایی را آیدیش را بیار نشان بده نامش را نشان بده و جندرش را نشان بده که چی هست؟ نامش اسد است. اینجا ببینید که آیدیش اسد و میل. خب اگر بخوایم که دپارتمنت آیدی را بیاره دپارتمنت آیدیش هم بیاره میگیم که در کدام دپارتمنت هست اینجا سلیک میکنیم اوکی. اینجا میگیم که نیم اسد هست اسد جندرش میل هست و دپارتمنت یک. اگر بخوایم که ماش از زیرم ذکر شوه در قسمت سالری ماش از زیرم چی میکنیم بخشش نمشان میدیم و به این شکل دیتا استخراج میشه. ببینیم که آیدیش یک هست اسد میل اینجا ببینیم که یک رو افکتش چنه. اگر ما ویار نتیم بعضا قد میشه که اندم استفاده بکنم که نیم مثلا میشه اند مثلا نیم مساوی است ما از اینا میتونم استفاده بکنم که احمد باشه سلک میگیم اینجا ببین که احمد نداریم به خاطر از اینکه اینجا سلک بکنین اینجا به نام احمد نداریم. خب احمد در این قسمت دو آیدی یا دو آیدی مشخص نداریم به او خاطر نیاوردن. یعنی به این معنا که ما حتی میتونیم که به اساس بعضی مشخصات سالریش هم میتونیم که اینجا مشخص بکنیم فهمیده شد. خب مثلا این عزیز این شیوه استفاده سلک نحوه کارکردی از او در اسکول سرور است که ما شما در این نیاز می داشته باشیم به خاطر از که در درس‌های بعدی ما از انزرت سلک بسیار کار میکنیم و زیاد استفاده میکنیم تا اینکه بتانیم که معلومات کافی را از دیتابیس های خود استخراج بکنیم. مثلا از در جلسه شما به اینجا با پایان میرسه. در شما خدا حافظ و ناصرتان.